به نام خدا سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمده تلاری کلندن نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا از تصمیم رئیس جمهور بارک اوباما مبنی بر حضور 5500 سرباز امریکایی پس از سال 2016 در افغانستان حمایت کرد و گفت ما نمی خواهیم که افغانستان به پایگاه طالبان و داعش مبدل شود و جهان را تهدید کند پیرامون این موضوع بحث داریم در برنامه نگرش من مصطفی فیضی است و مهمانان من در استودیو آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان آقای برنا سالی کارشناس سیاسی و قرار است تا لحظات بعد آقای رحمت الله کارشناس سیاسی نیز در بحث با ما اشتراک کند مهمانان گرامی سلام به برنامه خوش آمدید آقای ناصری به های خانم کلنتن بیایم که گفتم یالات متحده آمریکا تحمل کرده نمیتوند که افغانستان بالاخره پایگاه داعش و طالبان شود و یا بالاخره مبدل شود واقعا طالب و داعش تهدید است برای آینده افغانستان اگر خارجی ها در افغانستان نباشد بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی همکاران محترم تکنیکی و جنابی. برنا صالحی سیب بانوان شریک در بس و کلیه بینندگان محترم موضوعی که جناب عالی مطرح کردین فراموش نشه که انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده میلادی روی یعنی در دستور کار حکومت آمریکا قرار داره و خانم کلینتون هم یکی از نمازم. کاندیدا هستند و بعد مسلمه که این موضوعات فرزند در راستای سیاست داخلی خود مطرح میکنه و همینطوری سیاست و روابط خارجی خود با کشورهای دنیا و جهان بدون تردید افغانستان در یکی از سرمقوله موضوعات روابط سیاسی و موزیگیری حکومت آینده ای آمریکا قرار خواهد داشت چنانچه که تا قرار داشته بله. ولی فراموش نکنیم که تا به هم با توجه به اون اصل که میگن در آمریکا ولو فرزن حکومت ها متغیر باشه و یکی پس از دگیری بیایه ولی سیاست تغییر نمیکنه با توجه به این اصل که تا جای واقعا کلیت هم دارد چون دولت ها و حکومت های مدرن مسلمه که با رفتن فرزن حامد و محمود به عنوان رئیس جمهور یا وزیر خارجه و امثال زاله که هیچ گونه در اصل سیاست و چارچوب و کلی سیاستشان تغییرات اساسی و بنیادی با وجود نمید با توجه به با این اصل می خواهیم یادآوری بکنم که ما به این حرفا زیاد باور ندارم چرا به دلیل از اینکه نیروهای سنگین آمریکا نظامی آمریکا با خسارت های بسیار هنگفت و مصرف کردن بسیار پولای کلان در افغانستان در طول حد عقلش مدت 13 سال قطع نظر سال جاری اینجا حضور داشته با وجود داشته و اگر اینا به عنوان فرزند یک بازنگری در این موضوع باشه کار بسیار خوب است مشخصا بالای بس که بهم واقعا که داخلی داره واقعا طالبان و دایش تهدید است برای آینده افغانستان یا خیر مسلمه که قطع نظر از دایش که خود طالبان به اصطلاح تهدید بوده برای افغانستان هیچ کسی رد کرده نمیتونه و طالب تهدید بوده تهدید هست و اگر به اصطلاح چاره جویی اساسی از طرف مجامع بین المللی و همینطوری خود حکومت افغانستان یک چاره جویی اساسی و یک راه حل اساسی برای خاموش کردن این ای فتنه‌گران به اصطلاح با وجود نه مسلمه که این یک تهدید هست و داعش هم نسبت به افغانستان تهدید به شمار میاد اما صحبت ما در این قسمتی که خانم این موضوع را که مطرح کرده یعنی من زیاد باور ندارم که نه یک مبارزه جدی را در آینده بر سر قدرت بیایه بتانه و همه هنگ بکنه و رهبری بکنه چرا به خاطر از اینکه بخشی بخشی از موضوع طالب و داعش خود آمریکاست بله خود آمریکاست به این معنا پس این مبارزه ای که آغاز شده به چه معنا خب حالا در سوریه ما شاهد بودیم که اطلاف برابری ایالات متحده امریکا موازه دایش بمباردمان کرد در خواستگاه دایش هم کشورهای سوریه و عراق بود شما ببینید اساسا شعار به اصلاح مبارزه دایش همون دو به اصلاح دولت اسلامی عراق شام مه. وقتی که در مقابل حکومت آقای بشار الاسد قطع علم کردن که مورد حمایت همه جانبه امریکا قرار گرفتن و به عنوان فرزند اپوزیسیون سیاسی و مخالفین مسلح رژیم بشار الاسد و 62 تا کشور دنیا را حد اقلش به اصلا با پس زمینه های متعدد و بگرامن های متعدد آمریکا توانست که در مقابل رژیم بشار الاسد او را متحد بسازه و هماهنگ هنگ بسازه از طرف که فراموش نکنیم که فرزند چطور ما میتونیم اگر داعش واقعا یک خطر است برای منافع کشورها امنیت کشورها فرق نمیکنه به اصطلاح تمام کشورهایی که فعلا در سطح کره زمین وجود داره که بالاتر از 200 چند تا کشور میشه و بالاخره که تعداد زیادشان عضویت جامعه جهانی و بین الملل داره خب چرا بالاخره چی فرق میکنه اگر دایش واقعا خطر خطر سردید کننده برای امنیت افغانستان خب برای ما همین خب خطر, خطر است که تهدید میکنه باید امنیت آمریکا را هم تهدید بلد بکنه بلد. در صورتی که اینا که... تفکیک کردن بین کسانی که در سوریه علیه بشار اسد می جنگن یعنی به عنوان دایش تون رو و داعش کن رو چنانچه که همی مقرر یک, یک بخش در حکومت جناب آقای کرزه هم به طالبان میان رو و طالبان تون رو مطرح میکنن ما معتقد استیم که این بازی کردن با الفاظ و واجه هاست اگر واقعا استراتژی و روی کردی از اینا در زمینه مبارزه با این موضوع و تحت عنوان مثلا تروریسم بین المللی یا کسی که مخالف منافع و امنیتی جهانی و امثال زالک مطرح شده امیدوار هستم که به اصلاح خوب از <تصفح> سوی مورد سوی استفاده قرار نگیره خواهی بجند پر شما رو ببرم من بخوش آمدهت میگیم <تصفح> بازم به با خانم کلینتن بیایم که گفتن نمیخوایم که افغانستان پایگاه دایش و طالب شود چون از اینجا نمیخوایم که یک بار دیگر جهانم تعدید متوجه باشه حالا آیا چهده سال زمان کافی نبود که تنها و تنها طالب از بین می بردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما بینندگان محترم و مهمانان ارجمند در بحث سلام عرض می کنم ببینید من نه نه فکر می کنم که تنها صحبت های خانم کلینتون و صحبت های اخیر آقای اوباما خوراک داخلی محض در ایالات متحده امریکا نداره بلکه این پیوند وسیق و محکم به رقابت های جدیدی که فی مابین ایالات متحده آمریکا و روسیه در یو آخر هم در سوریه و گفته میشه احتمالا در افغانستان در آینده نزدیک صورت بگیره این اظهارات و گفته ها صورت میگیره از جانب مقام امریکایی و به شما بهتر معلوم است که یالات متحده امریکا در طول 14 سالی که در افغانستان حمایت کرد دولت سازی را حمایت کرد نیروهای نظامی افغانستان را و همونطور بحث مبارزه با تروریزم مواد مخدر و مسائل دیگری را که در سیاست خارجی یالات متحده امریکا هدف تعیین کرده بود دیده شد که یا اینها ناتمام ماندن یا ناتمام گذاشته شدن بحث دوباره قوت گرفتن طالب ها امروز مطرح است حضور داعش در افغانستان مطرح است بحث مبارزه غیر صادقانه ایالات متحده امریکا در طول 14 سال بر علیه طالبان در افغانستان مطرح است حالا وقتی که ایالات متحده امریکا مورد سوال قرار گرفته از طرف مردم افغانستان از طرف شرکای منطقه و این خودش از طرف مردم ایالات متحده ای آمریکا که در طول یک نیم دهه حداقل شما در افغانستان چیکار کردین که امروز نه دولت به معنای واقعی و دموکراتیک کلمه در افغانستان وجود داره نه بخش, بخش نظامی و امنیتی نیروهای افغانی توان مستقلانه دفاع از خود را در برابر تروریسم بین‌المللی در افغانستان دارن و همونطور مسئله اه اه مداخله کشورهای رقیب ایالات متحده امریکا که قرار است اگر سیاست ایالات متحده امریکا به همین سمت و به همین شکل پیش بره در افغانستان صورت بگیره چنانه که در سوریه صورت گرفت و ایالات متحده امریکا را سیاست های چالش کشید فکر میکنم این دو بود داره یکی امون بود اقناع مردم و رای دهندگان در ایالات متحده امریکا و بود دیگرش به نظر من و اهمیت بیشتری که برای امریکا یا در کل داره مسئله رقابتشان با روسا بله. هر اظهار نظر در بود سیاست خارجی یالات متحده امریکا را به خصوص در مسئله خاور میانه و سوریه و حالا هم بحث افغانستان نمیتانیم از زیر سایه و پوشش ای رقابت اخیر دور بودیم بله. سالی شما از از آنها کمکاری ها و بالاخره اون مشکلاتی که فعلا افغانستان دارد دقیقا یاد کردین هنوز هم طالب وجود دارد حالا دایش نو برخواسته حکومتداری خوب نداریم دولت قوی آنچنانی که شما اشاره کرده نداریم فکر میکنید غربی ها یالات متحده امریکا در راستش خواسته کار کرده بالاخره بر افغانستان این مشکلات گذاشته یا اینکه نخواسته و در توانش نبوده و این به نحوی از آنها به صورت یک،, یک مشکل بنیادی ریشه ببینید در طول بعد از روی کار آمدن آقای اوباما حداقل ما چندین بار چندین گونه دیدگاه های را به ارتباط ماندن و رفتن از افغانستان نیروهای آمریکایی داشتیم این نشان میده که یا برنامه تثبیت شده وجود نداره یا سیاست ها به شکلی هست که افغانستان مقصد اصلی برای امریکایی ها نیست به اون نسبت ما شاهد بودیم سال گذشته که امریکایی ها گفتن که طالبها ها مشکل داخلی افغانستان هستند. دایش است که یک گروه تروریست بین المللی محسوب میشه ما در خاور میانه برای اونا می جنگیم. و از طرف هم شما وقت توجه میکنین و میبینین به نیروهای نظامی افغانستان که اینا بدون حمایه دفاعی نیروهای خارجی به خصوص امریکایی نمیتانند تا قندز آزاد بکنند. ما امروز شاید کمتر در تاریخ افغانستان به خصوص در چل سال پسین حمایه مردمی را از نیروهای نظامی و دفاعی ما داشته باشیم ولی وقتی که شما واقعا برین وارد از این نیروها شوین شما میبینین که چقدر در اونجا فساد وجود داره در خیلی و چقدر مشکلات را میخوایم منشایابی کنیم منشش خواسته به وجود آمده یا نخواسته ببینین بخش عمده از ناکارآمدی نظام در افغانستان مربوط میشه به سیاستگزاری های خارجی به خصوص امریکایی ها امریکایی در افغانستان از یک پروسه کلان سیاسی اگر دا آغاز حمایت میکردن حداقل پسان ها حمایت نکردن با. از اشخاص حمایت کردن از تیم های به خصوص حمایت کردن و حتی در اواخر دیده شد که انتخابات افغانستان به چالش رفت از کجا از مداخله ای که داشتن در روند انتخابات پس خارجی ها استفاده کنیم که یک دولت مصلحتی را متاسفانه به وجود آوردن که این روزی ای هم در دسر برای جامعه بین المللی هم برای ایالات متحده ای امریکا هم برای مردم افغانستان است به اون نسبت است که اگر خواستن یا نخواستن مقصر اصلی و او کسایی هستند که افغانستان ها حمایت مالی لوجستیکی کردند و اونا تعهد کرده بودند که افغانستان دیگه پایگاه تروریسم جهانی نخواهد بود و تا زمانی که این پایگاه تصور شوه یا احساس شوه که در یک کشور وجود داره اینا میمانند و کمک میکنند حالا شما ببینید 5500 نفر یک تعداد بسیار محدود و ناچیزی است در برابر این تهدید جدی که وجود داره اینا میتونن که نمایندگی های ایالات متحده امریکا را و سفارتخانه ایالات متحده امریکا را امنیت شه بگیرند بیشتر از این توقع بالاتر از اینا نمیره و من متعقین به ای هستم که تا زمانی که آقای اوباما قدرت واگذار میکنه به جانشینش تا او وقت ما چندین موزیگیری متفاوت با موزیگیری حال حاضر ایالات متحده امریکا را در بحث افغانستان خواهیم داشت آقای بجنپور طالبان مشکل داخلی افغانستان است حالا هلاری کرنتن میگه که نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هستن میگن که ما نمیخوایم که افغانستان پایگاه طالب و داعش شود چرا در گذشته طالب مشکل داخلی بود حالا ایالات متحده آمریکا نمیخواد که پایگاه طالبان افغانستان شود نه. بسم الله الرحمن الرحیم عزیز سلام دارم خدمت جناب آقای ناصری به اصل هستیم یاران بحث ما و همین گونه سلام به شما بینندگان تلویزیون آرنا خب توضیح دوستان واضح هست که آمریکا برای رنگ و ریتم جدید دادن به شعاره های مبارزه با تروریزم نیازی به یک حیاهوی تازه داره برحال امریکای ها در بنبست هستند. شعار مبارزه با تروریزم متاسفانه به بنبست رسید و پرسش هایی را که حریفان امریکا می پرسیدن که خوب جدول بعدی چیست پاسخ نیافتند و همین گونه طالب دشمن ما نیست طالب یک موزل افغانستان هست این در حقیقت اهمیت مبارزه با توریسم را باد هوا کرد این در حقیقت مبارزه با توریسم دیگه بی شد تروریسم موجود نیست بنابراین آمریکایی در یک تناقض گرفتار آمدند یعنی چیزی را که ادعا کرده بودن ما با هم همه به دنبالش آمدند یک تاسیسات مناسبی برای دولت سازی افغانستان در زمینه های امنیتی به وجود نیاوردند استحکامات امنیتی صورت نگرفت و هیاهوی بسیار و کار بسیار اندک هم نیروهای داخلی رشد نیافتند متاسفانه مزاحمت شدند هم نیروهای بین المللی برای افغانستان بر روشنی برخورد نکردند که پس میتونیم بگیم که با افغانستان صادقانه عمل نشده در این 14 سال بدیهی است برای امریکایها ها نیست قابل درک است که موجودیتشون برای افغانستان هیچ چیزی را به صلاح نرساند کما اینکه معضل های تازه شکل گرفت طالبان دوباره احیا شدند، استقامت یافتن نام آدرس پیدا کردن و هویت های گذشته خودشان نزدیک شدن صاحب درفت شو به اصطلاح آدرس شدن مذاکرات رسمی داده شد وجوه سیاسی برشان قائل شدن و نقش و نشانی بالاتری به با اونا داده شد از یک طرف از طرف دیگر دولت در یک حالت ناگزیری در کنج گرفتار آمد بعد روند دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی نیز مختل شد انتخاباتمون به او شکل رفت این خطاب سیاسی متاسفانه شکل نگرفت احزاب سیاسی ایجاد نشدن مبارزات سیاسی ما با بلوغ خودش نرسید به. ما ماندیم هنوز در همان نیمه راه و بعد راه طولانی هم در پیش روز بیابان بزرگی است اکنون با طالبان که یعنی طالبان را نخواستن نابود کنند نخواستن سرکوب کنند بلکه طالبان را نیمه اونا تمام رها کردند و پس دوباره احیا کردند پشت خط شعار ایوست شد و بعد بالاخره خواستن که ذهنیت دیگر ایجاد کنند شعاری را که در حوزه عرب مطرح شده بود به آسیای مرکزی آوردن آمدن در افغانستان و بعد گفتن که دولت عرب و شرع ما تشکیل میکنیم و دولتی که آقای ناصری گفت که عراق و شام است دولت عرب و شریعت است اصلا که به نام اینا سعی میکنن که را در سرزمینهای های اسلامی به تعریف اون دولت اسلامی را شما اون شام عراق بود شام عراق دیگه به افغانستان ربطی پس میگن عرب و شریعت است اسلامی عرب و شریعت. بنابراین این یک نوع مصادره فرهنگی است یک جایهایش با است با فرهنگ سرزمین های ما استکاک داره و به این ترتیب از آن پشت گره ها شروع کردن که مشکلات زیادی برای ما خلق کنند بنابراین دایش یک برنامه است بحب. که ناصری به ما کابلان تایید میکنم آقای سالی هم اشاره کرد به او که یک پروگرام تازه دادن و بعد خودشان با او با دم شیر بازی میکنن آیسا با, آی با دم خودشان تا ما و همسایگان و مخالفان ایشان در منطقه باور کنن که بله آمریکا سرگرم است با او مخاطرات اما فکر می میکنید که ما است. همسایگان ما و خراب قدرت هایی که در, در, مقابل قدرت های غربی فعلا در منطقه ما حضور دارن اینا به یقیده بلزن که واقعا داعش تهدید است بر افغانستان و طالب اعتقاد من این است که دا دایش تهدید افغانستان نیست و طالبی هم تهدید افغانستان نیست بازی کلان بیلمللی تهدید افغانستان است ما به این جهت است که سرگرمی مبارزه با این بیسلا فرکسیون ها باقی میمانیم سطح رشد ملی ما با از بازدهی از پیامد و پسامد خودش باز میمانه ما در دولت سازی ناکام هستیم پروسه ملت سازی ما مانده بعد بالاخره ما به لحاظ رشد اقتصادی ماندیم زمینه های زیر ساختی ما در رابطه با ایجاد صنایع و پیشرفت های و انکشافی در افغانستان همون ترتیب معطل میشه و از میبینین شما که روز تا روز شهرها را رو دارن دست به دست میکنن و به ترتیب نقش دولت نیز داره تضعیف میشه پس در این صورت تهدید دایش نیست تهدید متاسفانه ابهاماتی است که در برخورد جامعه جهانی با مسئله افغانستان وجود دارد حالا افغانستان به عنوان پایگاه این بازی هاست این پایگاه متاسفانه بزرگترین آسیب در خودش دارد ما تا چی زمانه در واقع منتظر بمانیم تا این مرحله بحرانی رفع بشه و ما حرکت کنیم به سمت سازندگی بله تشکر آقای ناصری تا چه زمان ما منتظر بمانیم که این تعدیدات و این تاریکی بالاخره بر روشنی تبدیل شود مم. چند چیز باید صورت بگیره یک جدا تمام چارچوبه نظام و حکومت و دولت بخصوص اون مدیریت هایی که تصمیم اصلی به دستشان است که در رسش رئیس جمهور محترم قرار داره اینا منافع ملی که تا مدت و در از مدت, مدت افغانستان بیش از هر زمان دیگر اینا مورد نظر قرار داده و سر از فوکس اساسی و ملی باید متمرکزانه صورت بگیره اما فکر نمی کنید این زمان صورت می گیرد که می حکومت محتکن. ما بر اساس انتخابات میاییم. وجود به دولت ما؟ میاییم. مسئله دوم جناب آقای بیجان خوب اشاره کردن شما ببینید موضوع وحدت ملی وحدت ملی میگیم. وحدت ملی امروز تبدیل شده به یک شعار تو در افغانستان. شما از موضوع گیری های رئیس جمهور محترم و لخره بعض موضوعات است که ما نمیتونیم منطقا و اخلاقا یادآوری بکنیم. او به اندازه تنگ نظر میکنه در بعض موضوعات ملی و تاریخی از جمله از جمله موضوع موضوع کوچیا و دینشین شما ببینید ما با صراحت میگم خوب است که بالاخره شاهد قضیه بیرم نه میخوایم برو خشان بکشنم قانون اساسی ماده 14 قانون اساسی به میگه که باید موضوع کشاورزی حل شما و انکشاف پیدا بکنه و از جمله به اصلاح اسکان آبرومندانه حکومت و دولت موظف است که برای کوچیا اره با وجود بیاره اف نفر آدم کش در حصه اول ور... و... میدان وردک گرفتن سال مردم محل جناب آقای غنی با کمال تاسف در کنار والی ولایت می والی محترم ولایت میدان وردک نشسته بلاخره کنفرانس مطبوعاتی میگه میگه تاریخ گروگانگیری به پایان رسیده ما ما تحمل نمی کنیم خو تاریخ گروگانگری اول خو موضوع موضوعی تجاوز علیه یک ملت و یک تاریخ است بلکه هر کسی که بیت گذاری کرد به عنوان سیتم ملی در افغانستان شاهان دیگر و عمرای دیگر با شعارهای بلکه قومیت و خیلی امثال زالک میه او رو به اصلا خط سه هم میگذاره ای دو بل. مسئله سوم دکمندشی که فعلا وجود داره شما بین از او بگذاریم یک کمیسیونی کمیسیونی به اصلاح حل معضل کوچه ها و دنشین به اصلاح در چارچوب پنجا و نفر با وجود میاره که ده نفر بالاخره از مردم های دنشین میگره بعد از ولایت میدان ورده کسی نماینده اینجا وجود نداره اونجا میدانی چی میدن قبلا سه تا کمیسیون بود دلیل دومش سه تا کمیسیون کمیسیونی بررسی به اصلاح خسارات فی مابین هر دو طرف و کمیسیون خدمت بکنم ارزیابی اسناد ملکیت کوچه ها. و کمیسیونی اسکان کوچه ها و شیوه اسکان زنان در این اواخر آمده جناب آقای غنی فرمان میده کمیسیونی کمیسیون چهارم را کمیسیون بیسلا علفچر اصل ریشه مازل تاریخی سر همین قضیه است اینه که ما میگم می که این جناب رئیس جمهور نمیتونه واقعا این کشور اداره بکنه باید مندشه و اما قوم با دکمندشه و بلاخره قومگرایی بدیل رئیس رئیشان. جمهور مطابق به قانون چی است بدیل نظام چی است بدیل نظام اینه که یعنی بر متوافق سیاسی باید اینا هماهنگ کار بکنن کمیسیون انتخابات جدید فعال بسازه مطابق با شرایط کنونی و بین المللی افغانستان یعنی وضعیت افغانستان یک وضعیت ناهنجار با بعضی ها میگه که بل این حکومت الटरनेटیو نداره ولی حکومت که الटरनेटیو نداره هر گونه بلخه گام های استبدادی را که برداشتن و دکمندشه کردن در مقابل قانون در مقابل وحدت ملی در مقابل زیر ساخت های فرهنگی و سیاسی از این کشور که داره بلخه کوچکتر آسیب به اینا برسن. کشور را برمیگردانه به سه سال عقب دیگر از این جهت است که باید اینا مسئولیت و مکلفیت خود درک بکنه فرزند اردوی ملی که می دفاع مقدس چنان چه فعلا از کندس کردن خود چرا بلخص ما قبل اجازه ندادن که دفاع میکردن مردم را چرا مردم کشته شد چرا با ابروی مردم تجاوز شد که بعد میریم سخن را نمیکنیم میگیم بله. واقعیا مرتکب پس همه فکر نمیکنید که همه مشکلات ریشه بر اون ابهامات دارد که جامعه جانی در قبال افغانستان اتخاذ کرده ما اونها را تبرعه نمیکنیم برائت نمیدیم آمریکا در راست فتنه قرار داشته مثلا وقتی او گزارش مستندی که از طرف روزهام هم پخش میشه میگه که آمریکا و انگلیس دنبال داعش پروری است و اینا رو تربیت میکنه و تمویل میکنه و تجهیز میکنه اما سرمنشی پول و تمویل و مال به اصطلاح پول هایی که مصرف میکنه کشور عربستان سعودی است یک واقعیت تا روز اگر دنیا قبول نمیتونستن که امروز قبول میکنه از این که بگذاریم جناب آقای بیژن خوب اشاره کرد ما میخوایم تاکید بکنم آیا در مدت 13 سال 120 هزار تنها نیروی آمریکایی اینجا وجود نداشت؟ اینا زمانی آمد که یک طالب در افغانستان نمانده بود چطور شد که بالاخره طالب آدرش مشخص شد کم کم تجهیزات در اختیار اینا گذاشته شد کم کم رشد کرد دارای پایگاه شد پایگاه از این سرزمین پاکستان انتقال داده شد به افغانستان بعد بالاخره جنوب نارام بود سرتاسر تا سر بالاخره گرفتن اونجا قوم عزت مند کل ما و شما را خشدار کردن قتل کردن خونریزی صورت گرفت و امروز داریم بالاخره مردم افغانستان و ملت افغانستان در کانون یک بحران خونریزی متاسفانه در چندین ولایت شمالی هم میکنه اینا کلش مال امریکا آمریکا امریکا که حالا ایشو هران میده به خاطر از اینکه وان یک کس دیگه یک مرد دیگه پیدا شده به نام پوتین چون امریکا فکر نمیکنه فکر میکرد بعد از پا هم پاشیدن اتحاد که ما کسی دیگه در بارد. دنیا نیستن و امروز داره به اسرائیل هم دو قطعی شدن قدرت در سیاست های جهانی سیاست های کلان جهانی داره بلکه این شعاره ها رو مجددا امریکا واقعا که بازم دروغ میگه میکن. مطرح میکنه میخواد مردم افغانستان یک بار دیگر فریب بده بله آقای اما داره که ما شما در جریان هستیم وزیر خارجه روسیه هم از دولت افغانستان خواسته که اگر شما به صورت رسمی از ما بخوایم ما موازه دایش در افغانستان بمباردمان میکنیم از طرف دیگر حالا پیالات بوتاید امریکا میگه که ما نمیخواییم که افغانستان پایگاه طالب و دایش شود فکر میکنید که دولت افغانستان با توجه به این مسئله که واقعا طالب و دایش تعدید دا است برشان خواست روسیه را قبول کنه با توجه به اون روابطی که افغانستان حالا با ایالات متحده آمریکا و در کل با دا غرب داره ببینین اول ما خوشحال هستم به که دنیا حالا به او سمت پیش نمیره که بعد از فروپاشی تا جماهیر شوروی پیش میرفت امروز دنیا تنها یک قدرت را شاهد نیست که ایالات متحده آمریکا باشه و هر چه دلش خواست انجام بده قدرت های رقیب در برابر ایالات متحده ای امریکا هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی و سیاسی شکل می گیرند و در این اواخر علامه بسیار روشن ما در سوریه دیدیم که ایالات متحده ای امریکا را به یک بی کشند کشانده به یک چالش کشانده و این هرچند باعث بیشتر شدن رقابت ها و موجب دردسر بیشتر به مردم سوریه و مردم خاورمیانه در کل میشه اما باز هم ای امو حقانیت مبارزه را در برابر تروریسم و دشمن اسلام و مردم مسلمانی که در کشورهای تحت ستم در حال حاضر قرار دارند او حقانیت را بالاخره آشکار میکنه و روشن میکنه که کیا در پشت دایش هستند و کیا در صدد بدنام کردن جهان اسلام از گذشته تا حال اما در بحث افغانستان. ما فکر میکنم که افغانستان دو, دو حد دولتش در حال حاضر نیست که مثل دولت های گذشته بتانه یک منطقه هایل ایجاد بکنه میان ایالات متحده امریکا و روسیه متاسفانه اگر بحث دخالت روس ها قطعی شود در افغانستان ما فکر میکنم که مسئله حوزه نفوذ مطرح خواهد شد هم برای ایالات متحده امریکا هم برای روسیه و دولت با این ناکارآمدی اگر در آینده موجود وجود داشته باشه ما شاید نتانیم بگوییم که افغانستان دیگه به سمت تجزیه پیش نمیره بس تجزیه من پیش خواهد آمد و خب عوادثی که ما شاهد بودیم در کشورهای اوسلاوی سابق و جای دیگه حالا دولت افغانستان ده او مقیاس از استقلالیت نیست که او بتانه بر علیه خواست ایالات متحده امریکا از روسیه کمک طلب بکنه هرچند ما اون رئیس جمهور افغانستان با روسیه رفتن با چچین رفتن خب یک سری تمایلات پیش یک تعداد از افراد مشخص و صاحب نفوذ قدرت هم در افغانستان وجود داره که سیاست های ایالات متحده امریکا به سرنوشت خودشان و مردمشان خسته هستند اما در کل اوضاع سیاسی افغانستان در, حال در, شرایط کنونی از هیته سیطره و کنترل ایالات متحده ای امریکا فراتر نرفته و دولت هم در حال حاضر همونطور که قبلا عرض کردم در سایر عرصا و زمین ها ماش بخور ایالات متحده ای امریکا اما یک چیز باید در نظر داشته باشیم که روسیه در یه آخر نسبت به قضایه افغانستان و در کل نسبت به قضایه منطقه ما شما تر شده هر فرض بگیریم که افغانستان نخواه کمک از روسیه فکر نمی کنید روسیه به مانند سوریه حملات خود یک طرف آغاز کنه ببینید در سال 2001 افغان ها نخواسته بودن از امریکایی ها که بیان به افغانستان لشکر کشی بکنن به نام مبارزه با تروریزم اونا منافع خودشان در خطر افتید و طالب و القاعده در افغانستان معمن داشت آمدن القاعده و طالب را از افغانستان قسما و ظاهرا بیرون کردن و دولت در اینجا اساس گذاشتن با سرمایه خودشان با سپورت حمایت همه جانبه خودشان در آغاز ها هم ما فکر میکنم توجه کلانی برای مداخله نه تنها در افغانستان در هر کشوری که داعش وجود داشته باشد دارند روس ها داعش را پروژه امریکایی و غربی دانند که برای ضربه زدن رقبای ایالات متحده آمریکا وارد عرصه شده ما واقعیت چی است واقعیت امر چی است پروژه امریکایی و انگلیسی است ببینید امریکایی ها در برخوردهایشان با رقبایشان قسمی که تجربه داریم از گذشته دیده شده که یک سری از گروه ها را خودشان به وجود میارن آیا دایشان جز از, از امان امان را را میکنن و یک سری از گروه ها و گروه ها را وقتی که به وجود میایه از حرکت اونا به نفع مقاصد خودشان استفاده میبرن در بحث بس دایش بسیار روشن نیست که حتما ای در کارخانه تروریست پروری و ترور یالات ایالات متحده ای امریکا با وجود آمد اما بهرهبرداری بسیار کلان را ایالات متحده امریکا میخواست از دا وجود دایش در عراق و در سوریه بکنند. هنوز داستان دایش و ماجرای رقابت های فیما بین ایالات متحده امریکا و روسیه بر سر دایش و مبارزه با تروریسم پایان نیافته است که ما در, 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 جریان یک روند در حال حاضر یک چی قرار داریم که دیده شود در آینده که بعد روس شاید اسناد افشا بکنن ایالات متحده امریکا داره ولی در برابر روسا وارد عرصه و صحنه میشه و نگفته های در اینجا باز خواهد شد و او با. بعد در قضایه های مثل افغانستان و جاهای دیگه هم خورد مردم خواهد رفت و اگر دولت مردان شایسته یا افراد و زعمای خبیر و خدمتگاری در کشورهای اینچنینی وجود داشته باشه از پشت پر... از فهم پشت پرده مقاصد قدرت ها بنف مردم شان بله. آقای بیژن پور اگر ناگفته ها باز شود فکر می کنید نفع افغانستان تمام شود یا بر وضعیت افغانستان هیچ نخواهد کرد میخوام جواب پس از وقفه شما بشنوید های عزیز وقفه داریم پس از وقفه برنامه نگرش هم چنان ادامه بعد برنامه نگرش خوش آمده تقای بیژن اگر ناگفته ها باز شود فکر میکنید در وضعیت کنونی افغانستان تغییر خواهد آمد یا خیر؟ مسلماً در مورد افغانستان تغییرات بسیاری به وجود خواهد آمد مثبت سا... یا منفی؟ بدیهی است که هم پدیده های مثبت برای در سطح کلی به وجود خواهد آمد هم یک سلسله نکوش های منفی هم در به اصطلاح وضعیت سیاسی افغانستان خواهد بود متحدین شرقی و در این حال مخالفان آسیایی آمریکا بحثشان این است که اتحادیه جدید را شکل بدن و در واقع بر روی یک اتحاد عمل بکنند روسیه، چین، هند، ایران تلاششان این است که یک مکانیزم جدید برای مبارزه با آفاد در منطقه به وجود بیارن و دیگه این پدیده های خلق و ساعه را دیگر زیاد استقبال نکنند آمریکایی‌ها ها سعی میکنن اثبات کنند برای از اینا که این جریانات ساخته نشده بلکه یک چیزای طبیعی است و به اصلا این گونه شکل گرفته است خب در هر صورت به اصلا سخنگوی وزارت دفاع روسیه یک هشدار خطرناک پیش کرد گفت که ما چهار راکت رهبری شده را به سکو بردیم و این چهار راکت با تروریسم به اصلا پاسخ تروریزم است و چهار راکت اتمی وقت مثلا توجیه شد و گفت یکی به دریا و سه تا به ساحل خواهد زده شد این بازی نیست شوخی است یلسن هم یک زمان در برابر آقای شوایدر در آلمانی که صدر آلمان بود او گفته بود که آقای شوای در گفته بود که یلسن مرد پیری است و دیگه لاف نزنه روسیه آن روسیه نیست و بعد باید خودش بشناسه گفت بسیار خوب وقتی نه قدر احمق هستن ما دو راکت در دریای ادریاتیک میزنیم دیگه اروپایی نیست نه. تمام باز و وقت میفهمن که قیامت یعنی چی باز چهار میلیارد دلار برای از آدم حق سکوت دادن که دیگه خنده کنه که خندم نکرد به خاطر همین بازی هاست که روس ها آقای پوتین هم که آقای ناصری گفت جدی سخن خود گفت گفت ما برخورد میکنیم با توریسم در هر جایی که هست این تروریسم در افغانستان متاسفانه ال داره دگه لانه جور میکنه و آشیانه جور میکنه و به روزانه میشه و شبانه میشه و بعد ولایتی میشه و بول سوالی ها را میگیره و پس میره و پیش میشه و در سیاست های نظام نفوذ میکنه و در سیاست های استحکام نفوذ میکنه و در وضعیت دفاعی ماست در وضعیت امنیتی ما اخلال میکنه و هزارها مشکل دیگه ایجاد کرده یعنی بد... اگر به با... من ما پیدا کند پس میتونیم بگوییم که کنترل دولت بدی تا... هست که شما دیگه دولت داری تان از دست میدین در ها... در واقع وقتی که یک حالت مضمین امنیتی شکل بگیره و شما قادر به این نباشین که تصمیم بگیرین چون وضع تحت اشراف دیگری است به این گونه هم سیاست های رسمی تحت تاثیر است هم توانایی های رسمی ما به لحاظ دولت سازی تحت تاثیر است بل. پس ما در سطح ملی به بلاغت نمیرسیم. رشد نمی استعداد ما به کار نمی بلکه ما میمانیم زیر یک سلسله فشارها از این جهت اگر ناگفته ها به قول شما و اگر وضعیت جدید ترجمانی جدید شود وضعیت افغانستان یک چیزی قابل تحمل برای کشورهای منطقه نیست از این جهت است که او منطقه بفرسته که در گذشته در اصول دیپلماتیک منطقوی بود او در واقع دچار تخدعه شده و روس ها روی همین مسئله انگشت ماندن که خب نقطه ای که ما باید به جنوب نمیرفتیم و شما به شمال تصرف شد ده. از این جهت ما با, با توریسم برخورد میکنیم برخوردی با توریسم امون گونه است که سکوها را بردن کشتی ها را در اطراف دریای عرب از اونجا رفتن سوریه به مراکز بمبارد کردن خب بدیهی است که آمریکا تاوان زیادی کشیده در اونجا حالا مسئله قندوز ما نا شد بلا فاصله شمال انتقال داده شد نیروها و از شمال وضعیت صورت داده شد تا آسیای میانه را بترسانند کنار دریای آمور یک سره زرادخانه ساخت روسیه و نه داعش گذشته خواهد تا نیست نه طالب نه کسی دیگری پس با این رقابت ها باز هم افغانستان می بله ما, ما از ساله های, از ساله های نزده و هفتاد و پنج به بعد هفتاد و هفت به بعد میدان هستیم برای رقابت های سیاسی هم در جنگ سرد هم در دوران رقابت ها و هم در حال حاضر مبارزه با توریسم همه جنبش های بین که به وجود آمده یک گوشه ای او مربوط افغانستان است و تبعات بدش متاسفانه در افغانستان شکل میگیره همین هم دولت وحدت ملی دچار مشکلات است هم ملت افغانستان دچار سراسیمگی است پریشانی است موجی از نیروهای افغانستان نیروی جوان داره مهاجر میشه بیرون میره کوچ میکنه و بعد مردم ناامید هستند بازارها در تصرف تهدیدهاست و دولت در واقع مشتش است از این جهت مشکلات کنونی باید حل شود و او ناگفته ها را هر چیزوتر باید گفت و ملت باید روشن سخن بگه و نهاده های مربوط به ملت که از ملت نمایندگی میکنن حرف خودشان حدیث خودشان به میز گفتگو ببرن آقای بجنت شما اشاره کردین حالا تروریزم در افغانستان لانه جور میکند روز برای چاقتر میشود و به نحو از اونها این کارا انجام داده میشود فرض اگر بعد این بگیریم که این همه با گذشت هر روز چاقتر شود تا یا در سال 2017 5500 سرباز آمریکایی میداند با این همه تعدید بزرگی که متوجه افغانستان است در مبارزه کنه؟ ببینید آمریکایی ها کدام معجزه نیستند که 5000 آدم او کاری مثلا 5 میلیون آدم ببخشید افغانستان را انجام بده تا سرباز افغانستان تا افسر افغانستان تا لشکر افغانستان احساس ملی پیدا نکنه تا دولت وضعیت ملی رو تعریف نکنه تا ملت سازی افغانستان به حیث یک ضرورت قبول نشوه همه سربازهای مسلح جهان جمع بکنین شما با کسی رقابت کردن و میتونین کسی هم قلق هم نمیکنین هزار سرباز اینجا بود مسلح نه. زرادخانه ها بود و تیاره ها بود و دیگه بود هیچ جایی عمل نکردن هیچ کسی رو هم نزدن فقط ما بودیم که رشد نیافتیم ما در یک سلسله ناملائمات نگه داشته شدیم و دشمن رشد کرد امروز دشمن براحتی وضعیت امنیتی را در پایتخت در شهرهای مهم در ولایات در روستاها در ولسوالی ها تهدید میکنه و ما داریم دنبال روی حوادث هستیم و به صورت انفعالی عمل میکنیم با آنکه 300 هزار نیروی مسلح در اختیار ماست جوانان افغانستان هستند محروم از انگیزه محروم از اندیشه محروم از به اصطلاح سطح بالای فکر و شعور اجتماعی به اجتماعی و سیاسی به خاطر دفاع از افغانستان ما ماندیم در گرفت یک سیاست مزمینی به اصطلاح کجدار و مریض که آیا اینا هستند میرن هر سال میشه میگه تا سال آخرش هم هستیم سال بعد که میشه میگه تا سال بعد دیگه هم هستیم آقا بله. آقای کجدار و مریض چی هست؟ مشخصش که اگر پنج هزار سال میشین یا پنج سال تعیینش کو بیا یک سرکو مسئله تا در غیر او بگذار که افغانستان رشد بکنه دولت بسازد یعنی حالا شما اشاره میکنید که مانع رشد اساسی افغانستان مانع رشد افغانستان در خلیج حضور خارجی ها در افغانستان فقد و, فقد و, سیاست در فقط و, و فقط خارجی هاست و تأثیر موجودیت خارجی ها به عنوان خلاصگر بسیار زیاد طرفدار متاسفانه ما را بسیار ضعیف کرده در سطح مدیریت ما در حال حاضر دولت امی دولت کنونی هیچ شعار کارش معلوم نیست منشوری که ما تهیه کرده بودیم که برای تطبیق بشه با به اصطلاح در مراحل گوناگون در کجاست چی چیز تطبیق شد چهارا انتخاباتی کجا رفتن سیستم ها تیم ها گروه ها دسته ها کارشناسان به اصطلاح افراد نخبه و دانشمند افراد مجرب افراد کارآگاه چی شدن تشکر همه اینها رفته در زیر چتری یک ابهام او ابهام ملاحظات به اصطلاح منافی منطقوی بزرگان است آقای ناصری اگر فرض بر ازی بگیریم که اون ناگفته هایی که آقای برنای سالی اشاره کردن باز شود فکر میکنید ما رهبران داشته باشیم که از این فرصت استفاده کند تا واقعا افغانستان رشد کند و دیگر مشکل در افغانستان باقی نماند چیزی محال نیست در افغانستان چرا به خاطر از اینکه تانوز قدرت در خدمت کسانی بودن که باورهای کاذب برای مردم دادن و مردم را در یک حالت جهل و نادانی نگه داشتن ولی ما نباید بالاخره منکری استعدادهای قوی باشیم مسلمه که بالاخره یک تعداد رفتن در دوران 13 سال حکومت آقای تا... کرزای از هر قوم قبیله ای که بودن به تاریخ پیوستند با. یک واقعیت است امروز نسل جوان با میدان آمده چی دختر چه بچه مردم افغانستان قربانی ناملایمات های شده که بالاخره بیکارگی و بی سیاست زدگی و اخفال کسانی که بلخه بر سیاست سکوی سیاست تکه کرده بودن اینا دیگر مردم بیدار کرده اما در برای نسل جوان فرصت امروز داده نمیشه باید بلخه سرانجام چی میشه سرانجام ببین م یک قاعده فلسفی ر میگم زیاد زباندراضی نشه امام صاحب فخر راضی همی قذیهر میگه مرهوم صدرا میگه مرهوم اللامه میگه ابن سینا میگه و وخ... ابن خلدونلب خب... همی کسا که امروز در دنیا واقعا قهرمان ای میدان به او یک قاعده ست او عبارت ایست ک القصر لایدوم ظلم به عدالتی اجبار بالاخره به عدالتی و ناانسانی در هر منطقه و در هر ملت و در هر تاریخ باشه دوام نمیاره بر همین اساس است که به که جا الحق و زه حق الباطل منطق خداست سرانجام عدالت آن به پیروزی میرسه و بر همین مبناست که بالاخره قبل از اینکه قیامت کبرا ظهور بکنه هم بر مبنای اعتقادات فرزند فقه مقدس و به اصطلاح همون مدنیت جامع و گسترده که فرزن بر مبنای شریعت فقهی مذاهب قدس احناف ما و همینطوری شریعت امام جعفر صادق علیه مصلات و سلام وقتی که پای شده یک حکومت عادلانه در روی زمین به وجود میاد چرا به خاطر از اینکه ما و شما تجربه کردیم خیلی کسا در دنیا ظلم کردن در جهان به دو قطب تشکیل کردن دیروز در اتحاد جماهیر شوروی بر بخش عظیمی از دنیا حکومت میکرد قبلا بالاخر مثلا یونایتد کندوم کشور پناور بریتانیای کبیر حکومت میکرد و سرانجام شکست امروز در مقابل بالاخره یک تعداد به اصلاح سیاست گزاران بی فرهنگی که واقعا مردم را به با باد مسخره گرفتن از هر قومی که بودن چه از هزاریش از تاجیکش یا یا پشتونش مکار بلغه با منطق قوم گرایی ندارم اینا سر انجام رفتن به زبالدان تاریخ پیوستن و نسل جدید بر سر کار میاین الا هر مقداری که تلاش بکنه ما ناامید نیستیم چرا به خاطر که اینکه به اسلام میگه لا تقنت من رحمت الله این منطق خداونده و سرانجام انجام مظلوم قطعا به پیروزی میرسن بله حالا بازم بر حضور 5500 نظامی آمریکایی در افغانستان به بعد در سال 2017 چقدر نیاز است که در سال 2017 5500 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی بمانند شما اگر گوش کرده باشین همون بیانیه اخیر موزیگری آقای اوباما را با, با این که نام میبرد گفت 1000 در کابل میمانه 5500 در سه تا پایگاه عمده جلال آباد از قبیل به اصطلاح بگرام و قندهار. قندهار و شما دیدین که من مکرر به انگلیسی میگفت که من مجددا تاکید میکنم که به اصطلاح چی راهکار وظایفی از اینا قطعا تغییر نمیکنه همون وظایفی که عبارت از مشوره و امثال ذالک باشه پس اینا باشن نباشن مسئله دوم و عبارت از این که به خاطر دنبال کردن القاعده امریکاییان القاعده رو بردن تبدیل به داعش به کردن امروز اونی که به اصلا افغانستان به زجر و آزار و عذیت و بحران کشیده به نام طالبان هرگز به این شعارها دیگر کسی نمیتونه باور کنه اما سالی اشاره کرد که هنوز معلوم نیست که کی ها آفریده و بالاخره یالات متحده آمریکا ازشان استفاده میکنه خب به هر صورت این چیزی که ایشان گفتن ما میخواین به اصطلاح بحث را همین طوری بکشانن ولی چیزی که همه ما متفق بودیم و از جمله ایشان عبارت عزیز که اگر به وجود آورده نیاورده بنا ایشان اون استفاده اساسی را آقای یعنی آقایون آمریکایی کرده اینا در خاورمیانه میانه دنبال تغییر جغرافیایی کنونی خاور میانه است اونا یک چیز بر اسمیت میسنند که یهودا یهود فراموش نشود دشمن درجه یک امت اسلامش شیعه و سنی در سر تا سر دنیا اختصاص بلغت در میدان مبارزه که قربانی میشه لبنان سوریه عراق و سرتاسر تا سر کشورهای اسلامی که امروز در خاورمیانه میانه قرار ده. ده خود همین دست. کشور عربستان سعودی که اختیار پول را در اختیار ازنا گذاشته اگر قربانی نشود موقع ما شاهد آقای صالحی میپذیرین که مانع رشد افغانستان دقیقا حضور خارجه و خارجی است ببینید در کشور مثل افغانستان نمیتونه عامل داخلی را ما نادیده بگیریم اول مشکلی که در این کشور وجود داره به نظر ما و تاریخ افغانستان گواهی مسئله بوده که ما یک جامعه سنتی بیشتر رهبر پسند بودیم یا یک جامعه بیشتر شخصیت زده شخصیت های ملی متاسفانه در یک کشور کمتر قد علم کردن با فاشزم نمیشه حکومت کرد اگر حکومت میکرد و دوام می آورد موسولینی ایتالیا و هتلر در آلمان اونا اوج فاشیسم بودن ام در افغانستان متاسفانه ما هیچ رهبر به صدر قدرت یا منصب یا امور نیامد که او تصور شود که در طول تاریخ البته دیده شده اینطور نیست که اصلا چیز وجود نداشته باشه ولی تا همی اواخر که ما شاهد بودیم هر که آمد منافع قومی و گروپی و سمتی و ای خودش به منافع ملی ارجهیت داد متاسفانه وقتی که منافع کوچک، منافع بزرگ را تحت قرار داد، مبحثی به نام عدالت گم میشه بله در که عدالت ربط داره به اون سیاست های بزرگ جانی اصلا تا وقتی که این به اسطلاح اسفنج آب گیر نباشه آب اونجا خانه نمیکنه چرا در روی سنگ آب خانه نمیکنه میره اینه اینمو عوامل داخلی باعث میشن تا عوامل ویرانگر بیرونی بیاین و با این عوامل داخلی دست به دست هم بتن و وضعیت را توری بسازند که فعلا در افغانستان آمده مه. ما در افغانستان متاسفانه هم او کسایی که زمینه و فرصت برشان برابر شد تا خدمت میکردن به مردم افغانستان به تاریخ افغانستان و به سرنوشت همین ملتی که جنگ زده و دربدر بودن هم اینا کار نکردن و هم خارجی ها آمدن سیاست های خودشان مقاصد و اهداف و برنامه های خودشانه از آدرس افغانستان یعنی حالا شما اشاره میکنین که مسئولیت اصلی مربوط به ما میشه مسئول ما دو طرفه است. ما دو سال و شش ماه تقریبا از پروسه بن به این طرف را یک مرحله از تاریخ افغانستان داشتیم حداقل دا که در اونجا یا همه بسیار ترسیده بودن ترورست زده بودن از وضعیت قبل از سال 2001 همه به فکری که وحدت ملی در این کشور باشه تعدد اقوام باعث اختلاف نباید باشه دموکراسی در اینجا حاکمیت پیدا بکنه بر سر حقوق بشر و مسائل از قبل و جامعه بین المللی هم حمایت میکرد ما نسبتا فضای بهتری نسبت به این روز داشتیم وقتی که بحث تیم بازی و گروهکانی به اصطلاح و قومگرایی به این هم مطرح شد از رأس نظام تا پایین همه فاسد شدن امروز شما اگر تصور بکنین که اشرف غنی قومی عمل نمیکنه اشتباه میکنین یعنی او آدم اگر نخواه یا قبل از آمدنش به پست ریاست جمهوری نمیخواست وارد یک سیستم و وارد یک فضای شده که ناچار است باید قومگرا باشه با. متاسفانه این فرهنگ و ای فضا تا فرو نریزه ما همونطوری که جناب و وکیل سیب گفتن نامید نیستیم از این نسل نوی که به صحنه میاین و در کشور وجود دار ولی زمینه تبارز این نسل نو چگونه ما امروز نزدیکترین دوستای من به مرحله ماستری در مرحله دکترا در مرحله لسانس همیشان فرار کردن از این ملک رفتن به خاطر چی فرار کردن به یک رئیس قوم وابسته نبودن به رئیس یک جناب وابسته نبودن وظیفه و کار برشون پیدا نشد گفتن میریم حداقل مزدورکاری میکنیم در کشوری که امنیت و وجود داره اگر چیز دیگه وجود نداره متاسفانه این وضعیت باعث اینمی حالتی است که ما متاسفانه در افغانستان داریم بله آقای رئیس جمهور یالات متحده آمریکا افغانستان دوست جدی خود عنوان کرد واقعا افغانستان میتونه که پس از این دوست جدی یالات متحده آمریکا باشه؟ خلابه افغانستان به اجبار دوست آمریکا خواهد بود به اینکه حالا همان گونه گفتیم که موجودیت نیروهای خارجی در واقع عامل بحران است زامین یک سری مسائل علل امکان هم هست ما دست هستیم ما ناچار و در واقع وابسته هستیم در هر صورت چون به استقلال عمل نرسیدیم و ابتکار عمل در اختیار نیروهای ملی نیست از این جهت آمریکا باید به عنوان دوست افغانستان بمانه و ایلا این لاین چیزهایی که آفریدن برای افغانستان در سر بسیاری خواهد داشت. افغانستان ناسیونالیسم نداره. یاد باشه یک رشت که جریان اثنوسنتریسم داشت کرده. همین جریانی که دوستان توضیح دادن رایشات علایق قومی و محلی و به اصطلاح طایفه‌ای کرده و از این جهت این روند بسیار زیاد مساعد است برای سربازگیری در بحران سازی ها. با. جامعه بین‌المللی هم توسط به اصطلاح یک اصلاحات اجتماعی سعی میکنه که در کنار ما بمانه که اثرگذار نیست. و عدالت قربانی دلالت است در افغانستان و ما به این وجه متاسفانه از مخمسه کنونی بیرون شده نمیتونیم فرصت ها در بازی قدرت قربانی شد رفت ما دستمان مشتمان به اصطلاح باز است هیچیم هم نداریم و در حال حاضر وامانده و دست نگر برای قدرت ها بنابراین امریکای ها براحتی درک میکنند که افغانستان میدان خوبی برای اجرای یک سری بازی هاست تا منافی منطقوی خودشان در رابطه با ها نگه بدارد اما روسیه میگذارد که منافع امریکا در افغانستان تامین شود البته دشوار است که روسیه وارد عمل شود به نسبت اینکه روسا اگر هنگامی بخواهند وارد عمل شوند یک فرصت دیگر آغاز شده است او زمان دیگر تاریخ تعریفش ایواز میشه مقداری بنابراین اما پرسشی که من در اول مطرح کردم که سیاست نظامی روسیه این است که باید با توریزم برخورد اتمی کنه معنای گپ چیست معنای گپی است که یک کشتی های دریایی را در یک راکت بزنه و یک دو راکت دیگه در بعضی مراکز تربیتی و صدوری طالب بزنه و یک راکت دیگر هم به افغانستان هدیه کنه در اون صورت درجه حرارت به می میرسه نه. در درجه حرارتش تا درجه در آسیا دیگه در منطقه پایینی نزدیک به دریاهای هند دیگه موجودات باقی نمیمونه چه در دریا چه در بیرون دریا بنابراین دیگه برای دی برای و دموکراسی حوصله نیست همه رفتن و بنابراین روس ها اگر به اون مرحله برسن این کارو میکنن فکر میکنید که روس ها به اون مرحله خوب شما ببینید جنگ های جهانی همیشه از یک آدم شروع شده یک شاهزاده را زدن جنگ ره. جهانی آغاز شد یک اشتباه از یک دیپلمات شروع شد جنگ جهانی دیگری آغاز شد بنابراین از کجا معلوم که وضعیت کنونی برای روس ها او فشار را تحمیل نکنه و یک دفعه ای خب وقتی که وقتی تصمیم گرفته شد دیگه کار انجام شده نیست مگر مگر آمریکایی ها اتم نزدن جنگ های جنگ بسیار کوچک منطقوی بود اتم زدن و بعد نابودش کردند و تا امروز او که دو کیلوگرم بود با این وضعیت رسید 60 کیلوگرم بزنن چه وضعیت خواهد شد میدونن که قضیه چیست بله پس حالا شما اشاره میکنید که در بازی های کلان این سیاست مداران افغانستان و این زهران افغانستان نقش آنچنانی ندارد تا باید قربانی بدیم با به نظر می رسه که امریکایی ای وزنه می توانند تا پایان همراهی کنند باید در منطقه ما یک اتحاد دیگری شکل بگیره و نیروهای دیگری برای همراهی با افغانستان به وجود بیاد بله آیا اون نیروهای دیگری میتونه بدیل امریکا شود مثل مسلم. افغانستان مسلما. مناسبات ما با چین مناسبات ما با هند مناسبات ما با کشورهای منطقه تامین شود ما آنچه ما اون که از امریکا به دست آوردیم چیزی نیست که در بشریت وجود نداره ما در حقیقت توسط آنچه از جامعه عربستان و پاکستان ساخته شده بود و این بزرگان حمایه می‌کردند کردن دست, و گریبان هستیم اگر ایشان به اسرائیل طرفند ببندن ما دیگه به خوشبختی رسیدیم بله. حتی نیازی به الترناتیو دوم نیست اصل بله. اصلی مشکل این است که اینا برای بعد از پنجاه سال به این نقطه رسیدن استراتژی گم ای بود که این نقطه به فرستت میخواستن تحت اشراف خود داشته باشن امروز دارن به این سادگی رهاش نمیکنن تا 2017 هم هیچ تا 2027 تا 2037 هم با ایشان هستیم اما باید ما از میدان جنگ, جنگ بیرون بجن. بیاییم به آقای سالی و آقای راسی از حضورتان در بحث ما بینند. آقای عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را بالای بینیاز